بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در این بود که شخصی آمد خدمت امیر المؤمنین علیه السلام و گفت من در قرآن شک کردم به خاطر تناقضاتی که در قرآن میبینم. و امام علیه السلام پس از مقدمه ای فرمودند که اشکالاتت رو بگو. خب ما به جهت اختصار در این روایت مفصل میبینیم که اون اشکالش رو میگه. حضرت میفهمن بعدی رو بگو. ما از این قسمت صرف نظر میکنیم، فقط میپردازیم به اون قسمتی که امام علیه السلام تک تک اشکالات این رو خودشون بیان میکنن و جواب میدن. بعد از این که این شخص آیات متعددی را که به نظر خودش با هم دیگه تناقض و تضاد داشتند بیان کرد، فقال علی علیه السلام، این شخص گفت که آقا یا امیرالمؤمنین، میبینی که چقدر توی قرآن تناقضات وجود داره؟ من آخه چطور میتونم شک نکنم؟ وقد هلکت ان لم ترحمنی و تشرح لی صدری فی ما عسى ان یجری ذلک علی یدی. آقا رحم کنید به من، اگر شما من رحم نکنید من هلاک میشم و اگر برام توضیح ندید و سینه من باز نشود به بیانات شما، من هلاک خواهم شد. فإن كان الرب تبارک و تعالی حقا و الكتاب حقا و الرسول حقا فقد هلکت و خسرت. اگه قرار باشه که واقعا خدایی باشه و قرآنی باشه و پیغمبر حقی باشه، خب من واقعا هلاک شدم. هلکت و خسرت. و إن تكن الرسل باطلا فما علی بعثت و قد نجوت. اگه واقعا خب خدایی در کار نیست، که خب من دیگه نجات پیدا کردم. فقال علی علیه السلام، امام علیه السلام فرمودند قدوس ربنا قدوس تبارک و تعالی علوا کبیرا. خدای ما منزه است، پاک است از تناقضگویی، فراتر است، تعالی و فراتری بزرگی. نشهد انه هو الدائم الذی لا یزول. یعنی چی اگر خدایی نیست؟ ما شهادت می دهیم خدا اون دائمی است که هرگز زوال نداره. ولا نشک فی، ما اصلا در خدا شک نمی کنیم. ولیس که مثل شیء و هو السمیع البصیر. خدا اصلا از سنخ مخلوقات و موجودات دارای اجزا و زمان و مکان نیست. خدا سمیع است و بصیر است. و ان الکتاب حق و الرسول حق. قرآن حق است، تمام انبیا حقن، همه دارای معجزاتن و این قرآن برای ما که عالم به علوم قرآن هستیم پر از اسرار و معجزاته. ممکنه یک خدمت شما از شخص عادی، مثلا فرض کن بقالی، مهمترین کتاب علمی رو جلویش بذاری با یک روزنامه‌ای که قصه های بی‌معنا هم نوشته باشه، برایش فرقی نکنه، توی هر دو اینا میخواد چیه جنسش بپیچه و بفروشه. اما وقتی که شخصی عالم باشه و از اسرار کتابی سر در بیاره، او میفهمه که کتاب چقدر ارزش داره. و ان الثواب و العقاب حق. ثواب و عقاب حقه. نمیشه خدای تبارک و تعالی عالم را لغو و لعب و بیهوده آفریده باشه و این همه مردم به همدیگه ظلم کنن، آخرش هم حساب کتابی نباشه. فان رزقت زیادت ایمان او حرمته فان ذلک بيد الله. بله، اگر خداوند تبارک و تعالی بخواد به تو ایمان درست حسابی بده یا تو رو محروم از ایمان بکنه، این به دست خداست. خداست که نگاه میکنه ببینه تو آدم تسلیمی هستی یا معاندی.
آدم ستمگری به خود و دیگران هستی؟ یا خیر، اگر خدا در تو ببیند که دنبال حق و حقیقت هستی و با خودت عناد نداری و نمیخواهی به دیگران ستم کنی، لنهدینهم سبلنا، خدا تو را به هدایت میکنه به سبیل الله و راه هدایت که همان معصومین علیهم السلام هستند. ولکن سأعلمک ما شککت فیه، ولی در این حال، حالا ببین، من برای تو توضیح میدم اینها رو تو یاد بگیری و شک نکنی. ولا قوت الا بالله، و خداست که اگر بخواهد به تو عقل و فکر و اندیشه بده و تو مکلف باشی، و الا اگر خدا عقل را از تو بگیره، فهم را از تو بگیره، بیان من هم برای تو فایده ای نداره. مبادا از نعمت عقلی که خدا به تو داده فراموش کنی. فإن اراد الله بك خيرا اعلمك بعلمه اعلمك بعلمه و ثبتك، اگر خدا بخواد که خیری به تو برسه، در نفس تو تسلیم و در نفس تو انصاف ببینه، خدای تبارک و تعالی تو را به این علم آگاه میکنه و ثابت قدم میداره. و ان یکن شرا زللت و هلکت، ولی اگر تو کسی باشی که سر عناد و لجاجت داشته باشی، اهل انصاف و تقوا نباشی و نخواهی به حقیقت برسی، خب هلاک خواهی شد و خدا خیر تو رو نخواهد خواست و به شر گرفتار خواهی شد. اما قول نسوا الله فنسیهم، اینی که فرمود خدا را فراموش کردن، خدا هم اینا را فراموش کرد. انما یعنی نسوا الله فی دار دنیا لم یعملوا بطاعته، معناش اینه که اینها در دنیا خدا را کنار نهادند، نه اینکه از یادشون رفته. اگر کسی از یادش بده، چیزی که مکلف نیست. خیر، یعنی خدا را وانهاده، خدا را رها کرده و به طاعت خدا عمل نکرده. فنسیه اون فی الاخره، خدا در آخرت اینها را از یاد میبره، یعنی اینها را وامینه، یعنی کنارشون میذاره، یعنی به اینها توجه التفات ثوابی نمی کنه. ای لم یجعل لهم فی ثوابی شیئا، یعنی خدا به اینها قیامت ثواب نمیده. فسارو منسیین، پس به این خاطره که اینها منسی و فراموش شده واقع میشن از خیر و ثواب خدا. مثل اینکه ما به کسی میگیم خب وقتی که به ما احتیاج داری یادت از ما میاد، هرچی اون روز بهت گفتم کمکم کن کمکم کن کمکم کن، ما رو فراموش کردی، یعنی به خودت نیاوردی، یعنی غرور تو رو واداشته بود. حالا امروزم من تو رو فراموش میکنم، حالا امروزم من به دادت نمیرسم. پس معناش فراموشی نیست، معناش اینه که تو اونجا به حق و حقیقت عمل نکردی، امروز هم من جبران میکنم و ثوابی برای تو خدای تبارک و تعالی قرار نمیده که تو در دنیا خدا را رها کردی. و همین گونه تفسیر قول خدای عز و جل فلیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا، امروز اینها رو فراموش میکنی همانجور که لقاء امروزشان را فراموش کردن، یعنی به نسیان انه لم یصیبهم کما یصیب الاولیاء الذین کانوا فی دار دنیا ماتین، یعنی خدای تبارک و تعالی روز قیامت اینها رو دادرسی نمیکنه. هرچی فریاد بزنن خدایا دادرسی دادرسی دادرسی، میفرماید در دنیا اینقدر به شما گفتیم، شما اومدید با اولیاء یا حق مبارزه کردید، انبیا را کشتید، معصومین علیهم السلام را خانه نشین کردید، حالا ما هم شما را فراموش میکنیم، یعنی شما را رها میکنیم، به دادتون نمیرسیم. اللهم اینی اسألک من منك بأقدمی و کل منك قدیم، اللهم إني أسألك بمنك كل. آنگونه که ثواب میدهد اولیا اشرا که در دنیا مطیع بودند، در خانه اهل بیت علیهم السلام را رها نکردند. 72 نفر تا آخرین قطره خونشون در درگاه امام حسین علیهم السلام خود را فدا کردند و عرضه داشتند ای کاش هزاران بار ما در راه تو زنده می شدیم و باز شهید می شدیم. اینها رو خدا روز قیامت از یاد نمیبره، یعنی ثواب میده. ولی اونهایی که در مقابل امام معصوم صف کشیدن و با
انواع آلات جنگی و حتی آب را از حضرتش منع کردن، اینا روز قیامت دادرسی نخواهند داشت. اونجاست که فراموش میشن و خدا کنارشون میگذاره. اینها کسانی بودند که ایمان به خدا و به رسول خدا آوردن و خدا را از ایمان به غیب مراعات کردند. و اما قوله و ما کان ربک نسیان، این که میفرماید پروردگار تو هرگز فراموشکار نیست، ان ربنا تبارک و تعالی علوا کبیرا لیس بالذی جنسا ولا یغفل بل هو الحفیظ العلیم. بله، خدای ما تبارک و تعالی فراموشی در ذاتش نیست، غفلت در ذات خدا نیست. او حفیظ علیم است، همه چیز را خدا حفظ می کند و عالم و آگاه است. و قد یقول العرب فی باب النسیان، لذا می بینین در کلام عرب هم گاهی میگن قد نسی انا فلانون، فلانی ما رو فراموش کرده. فلایت کرونا ای انه لا یعمر لنا بخیرین، یعنی دیگه به داد ما نمیرسه، کمک ما نمی کنه. وقتی میگن ما رو فراموش کرده، یعنی دیگه اصلا به ما توجه نداره. یعنی مثلا فرض کن که کاری که باید برای ما انجام میداده انجام نمیده، نه اینکه از یادش رفتیم. خب اگه از یادش رفته باشیم که دیگه اون معذوره. لا یعمر لنا بخیر ولا یذکر لنا به فهل فهمت ما ذکر الله عز وجل، فهمیدی که خدا چه میفرماید؟ قال نعم، گفت آره آقا فهمیدم. فرجت عنی فرج الله عنك، مشکل مرا گشودید، خدا امر شما را اصلاح کند. و حللت عنی عقدتا فعظم الله اجرک، گره از کار من باز کردید، خدا اجر شما را عظیم گرداند. امام علیه السلام فرمودند اما اشکال دیگه‌ای که کردی که خدا می فرماید یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا، در یه جا می فرماید که روزی که روح و ملائکه می ایستند صف اندر صف، هیچ کس سخن نمی گوید الا کسی که خدا به او اجازه دهد و سخن نیکو بگوید. و در جای دیگه می فرماید والله ربنا ما کنا مشرکین، میگن که اونا قسم می خورن کفار و مشرکین، میگن که ما مشرک نبودیم. از یه طرف میگه که اینا نمیتونن سخن بگن، از یه طرف دیگه چیه میگه؟ مشرکین سخن میگن. و جا می فرماید روز قیامت یکفر و بعضکم به بعضن و یلعن و بعضکم بعضن، روز قیامت شما کفار که در دنیا با همدیگه هماهنگ بودید، اونجا به همدیگه هم کافر میشید، همدیگر رو هم رد میکنید و همدیگر رو لعن میکنید. و میفرماید ان ذالک لحق تخاصم اهل النار، حق است که در داخل جهنم اهل دوزخ با همدیگه تخاصم و گفتگو دارن. و در جای دیگه میفرماید لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، سخن نگویید، بحث و جدال و گفتگو نکنید، من در دنیا اینقدر برای شما وعیدها فرستادم و اینقدر پیامبر ارسال کردم. و میفرماید الیوم نختم علی افواههم، میفهمد روز قیامت که بشه دهنهاشون رو مهر میزنیم و دست و پایشان با ما سخن میگویند و شهادت میدن بر آنچه که انجام دادند. فان ذلک فی مواطن غیر واحد من مواطن ذلک الیوم، امام علیه السلام فرمودند این آیات مال مواطن مختلف تو همه رو با هم دیگه جمع کردیم، بله در یک جا در یک مرحله اینها ازشون سخن خواسته میشه، گفتگو میشه، حرف میزنن، در یه جا میگن دیگه اینجا حرف نباید بزنید، ما میخوایم حکم کنیم. و همچنین این مطالب در موضعها و مواطن مختلف است. الیوم الذی کان مقدار 50,000 سنه، روز قیامت 50,000 سال طول میکشه. در بعضی مواطن سخن گفتن ممنوع، در بعضی جاها حرف میزنن، سخن میگن. تو اینا رو فکر کردی با هم دیگه تناقض داره؟ یجمع الله عز وجل الخلائق یوم اذن فی مباطن یتفرقون، خدا اینها را در روز قیامت همه را جمع میکند، در جاهای متفرق و مختلف هستن. و یکلم بعضهم بعضا و یستغفر بعضهم لبعض، اونجا در بعضی مواطن بعضی با هم دیگه سخن میگن، برای هم دیگه استغفار میکنن. کسانی بودن که اولئک الذین کان منهم الطاعه فی دار الدنیا للرؤساء والاتباع، اینا کسانی بودن که در دنیا رؤسا خود را که امامان معصوم علیهم السلام باشن تبعیت کردن، اطاعت کردن. در مقابلش یلعن اهل المعاصی الذين بدت منهم البغضاء وتعاون عن الظلم والعدوان في دار الدنيا، یک گروه دیگه شروع میکنن به لعنت هم دیگه، اونهایی که در دنیا اطاعت
امام معصوم کردن، برای همدیگه استغفار میکنن و شادباش به همدیگه میگن. و اونهایی که در دنیا با همدیگه کمک کردند و با همدیگه ظلم کردند و ائمه معصومین علیهم السلام را کنار زدند، در دار دنیا چنین بودند، در اونجا همدیگه را لعنت میکنند، از همدیگه بیزاری میجویند. مستکبرین و مستضعفین بعضی بعض دیگر کافر میشوند و بعضی دیگر را لعن میکنند. و الکفر فی هذه الآیه البراءه، اینجا که میگه یکفرون یعنی یتبرعون، یعنی از همدیگه براءت میجویند. یقول یبرع بعضهم من بعض، یکفر بعضهم به بعض، کافر میشن به دیگه به هم دیگر، یعنی از هم دیگه براءت میجوین. میگن در دنیا با هم دیگه هماهنگ شدیم، حقوق اهل بیت علیهم السلام رو غصب کردیم، دنیا رو به فساد کشوندیم، اینجا داریم نتیجهش میبینیم و به بدبختی گرفتار شدیم. خدا شما رو لعنت کنه، اونم میگه خدا تو رو لعنت کنه، تو چرا دنبال من اومدی؟ و نظیر اینها در سوره ابراهیم قول شیطان است که میگه انی کفرت و ما اشرکتمون من قبل، من کافر شدم به آنچه که شما از قبل مشرک شدید نسبت به آن. یا ابراهیم خلیل الرحمن کفرنا بکم، یعنی ما براءت و بیزاری میجوییم از شما. تبرعنا منکم ثم یجتمعون فی مواطن آخر، بعد در یک موطن دیگه باز وارد میشن. یبکون فی، اونجا شروع میکنن به گریه کردن. فلو ان تلک الاصوات بدت لأهل دنیا، اگر اون گریه های روز قیامت اینها برای اهل دنیا ظاهر می شد، لأذهلت جمیع الخلق عن معائشهم، تمام مردم زندگی رو رها می کردن. حالا امروزه که در فضای حقیقی و مجازی میان با اهل حقیقت و ایمان و معصومین و اتباعشون صلوات الله علیهم اجمعین این جوری می جنگند و قد علم می کنن. اما روز قیامت که بشه، الان اگر گریه های روز قیامتشون را یکی از اون صداها در عالم پخش بشه، تمام اهل عالم زندگی را رها می کنند و از خود و زندگیشون فراموششون میشه. ولا تصدعت قلوبهم الا ما شاء الله، و قلب ها و همه می ترکه الا اون کسانی که خدا بخواد، که ائمه معصومین علیهم السلام دنیا و آخرت همیشه براشون ظاهره. فلا یزالون یبکون الدم، اگر امروز بفهمند که عذاب آخرت چه در انتظارشان هست، پیوسته خون گریه خواهند کرد. ثم یجتمعون فی موطن آخر فیستنطقون فیقولون، یک جای دیگه میرسن، به یک منطق دیگه از این، به یک منطقه دیگه و یک موطن دیگه از این 50,000 سال میرسن. در اونجا ازشون میخوان جواب بدن، نطق کنن، سخن بگن. اونجا میگن والله ربنا ما کننا مشرکین، خدایا قسم به خودت ما مشرک نبودیم. فیختم الله تبارک و تعالی علی افواهیم، اینجا میگن ای قسم میخورید، مور بر دهنشون میزنن و دستها و پاهایشون شروع میکنن به سخن گفتن و اینکه چه معصیت ها در دنیا انجام دادن و چه مخالفت ها با اهل بیت و پیامبران و امامان صلوات الله علیهم اجمعین داشتن. پس در اینجا هم تناقضی نیست، مواطنش فرق میکنه. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. يا رب يا قهار اسمع دعائي واجب ندائي بالهادي المختار وبالأيجاء وبالزهراء، فبحقهم يا متعال أحسن ما بي أحسن ما بي.